محرم و شب سوم عزاداری ها خوش آمدید. خیلی ممنون از تشریف فرماییتون. انشاءالله که همه به اجر کافی برسیم از این برنامه. میخوام یه خورده برنامه‌مون رو سریع‌تر شروع کنیم و اجازه بدیم که زودتر تموم بشه که شما به موقع به کارتون برسید. برنامه خودمون رو همون جور که قبلا هم عرض کردیم به همون ترتیب ادامه میدیم. برنامه با اقامه نماز مغرب و عشاء آغاز شد و بعد از اون ما قرائت قرآن خواهیم داشت و بعدش زیارت عاشورا و نماز بعد از زیارت عاشورا هم هستش. فقط خواهش میکنم که سریعتر همه این کارا رو انجام بدیم که زمان در پایان زودتر تموم بشه. از تمام عزیزانی که خواهش میکنم ایستادن دارن راه میرن، خواهش میکنم بفرمایید بشینید. الان قرائت قرآن شروع میشه. آیات ابتدایی سوره یاسین. خواهران محترم هم همینطور، خواهش میکنم تا چند لحظه دیگه که قرائت قرآن شروع میشه سکوت رو رعایت بفرمایید، صحبتاتون رو بذارید برای بعد از قرائت قرآن. برادر خواهش میکنم تشریف بیاریم. برای سلامتی خودتون، برای روشن شدن مجلس به نور ائمه هدا صلوات جلیل ختم بفرمایید. بعد و آل محمد. خواهید یه بار دیگه این صلوات رو بفرستین. اصلا صلوات خیلی 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 شلی بود. یه بار دیگه برای سلامتی خودتون و بچه هاتون و پدر مادرتون و همه عزیزانتون، من جمله اون عزیز بزرگ امام زمان خودمون، یه صلوات جلیل ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم.
الهی علا الحمد لله من اول الدنيا الى فنائها و أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم سرحني عن الهموم والغموم ووحشة السعد ووسوسة الشيطان السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيتم وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله يا أبا يا أبا عبد الله
لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجبر عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين له بالتمكين من قتالكم بريتوا إلى الله وإليكم منه ومن أشيائه وأتباعه يا أبا عبد الله يا أبا يا أبا إني سلم لمن سالمكم وهرب لمن هاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاتبا ولعن الله ابن مرجانا ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني من ذكر وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا بالآخرة يا أبا عبد الله يا أبا يا أبا إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمبالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم بريت إلى الله فإليكم منه وأتقرب إلى الله ثم إليكم بمبادرتكم
و موالات ولیکم و بالبراءت من اعدائکم و الناصبین لکم الهب و بالبراءت من اشیائکم و اتباعکم انی سلم لمن سالمکم و هر بون لمن هاربکم و ولیون لمن والاکم و عدوون لمن عاداکم فأسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقن البراءت من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره و ان یثبت لی عندکم قدم صدق فی الدنیا والاخره و اسألو ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله و ان یرزدنی طلب تارکم مع امام مهدی ظاهر ناطق بالحق منکم و اسأل الله بحقکم و بالشأن الذي لكم عنده ان یعطینی بمصابی بکم افضل ما یعطی مصابا بمصیبت مصیبتا ما آدم و آدم رزیتا فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تنال منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل مهيايا مهيا محمد و مماتی مماتا محمد و آل محمد اللهم ان هذا یوم تبرکت به بنو امیه و ابنا کلت الاکبار اللعین و ابن اللعین على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موسم وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية و یزید ابن معاویه علیهم من کلعنتو ابدا لعابدین و هادا یوم فرحت بهی آل زیاده و آل مروان به قتلهم الحسن صلوات الله عليك اللهم فضائف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم اللهم إني
أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منه واللعنة عليه وبالمضالاة لنبيك وآل نبيك عليهم عليهم السلام. اللهم لا أب للظالم ظلمك محمد وآل محمد وآخر تابر له على ظالمك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أبل ظالم باللعن مني وابدأ به أبلا ثم الثانية والثالثة والرابع. اللهم لن يزيد خامسا ولن أبيد الله ابن زياد وابن مرجان وعمر ابن سعد وشمران وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابك. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. برادران و خواهران 5 دقیقه برای نماز بعد از زیارت عاشورا.
خب برنامه خودمون رو دنبال میکنیم با سخنرانی برادر عزیزمون جناب آقای دکتر دولتی که شب دوم از شش شب برنامه های خودشون رو دنبال خواهند کرد. پنج دقیقه به سر آمد. دو موضوع رو به من یادآوری کردن که خدمتتون عرض کنم. موضوع اول مسئله پارکینگ ها هستش که لطفاً الان این روزها که خلوت هستش، حالا موضوع زیادی شدیدی نیست ولی روزهای آینده که نزدیکتر میشیم به تاسوع و عاشورا خیلی شدیدتر خواهد شد. ما هر سال این مشکل رو با مسئله پارکینگ داشتیم. خواهش میکنم رعایت کنید بفرمایید و اگر ممکنه کارپول کنید با هم دیگه، چند تا خانواده با یه ماشین بیایید، اونجوری همه راحت تر هستن. یکی این موضوع، یکی موضوع دوم که من انشالله در طی این شبها هر شب یه چند دقیقه راجبش پیرامونش صحبت خواهم کرد، مسئله مرکز، آینده مرکز و حتی وضعیت فعلی مرکز هستش که فراموش نفرمایید که تمام این مراسمی که برگزار میشه هزینه داره و این هزینه ها به حمد الله با عنایت و با لطف شما در سایه توجهات حضرت حق تا به حال صورت گرفته. تا به حال ما به هر نحوی بوده، به هر با چنگ و دندان اینجا گذشته به حمد الله تعالی. خداوند تبارک و تعالی جایی رو که در درونش عزاداری حسین میشه و اقامه صلات میشه خودش حفظ خواهد کرد، ولی مشی الهی بر اینه که از طریق افراد این کار انجام بشه. حالا ما سعادت اینو داریم که هممون این سعادت رو داریم که در نگهداری این محل و در برقراری این محل برای نسل‌های آیندهمون یه کاری بکنیم. خواهش میکنم از تمام عزیزانی که همیشه کمک کردن باز هم این کمک ها رو بکنن. ما به خصوص برای برنامه های بزرگی مثل این برنامه ها نیاز به کمک داریم و بدون کمک شما این برنامه ها پا نخواهد گرفت. برای سلامتی خودتون، برای برقراری این محل عزیز و برای اینکه فرزندان ما در آینده بتونن در این محل بشینن و بگن پدران و مادران ما سبب شدن این محل برای ما بمونه، برای سلامتی همتون، برای سلامتی خودتون، بچه هاتون، عزیزانتون، همه کسانی که دوست دارید، به خصوص اون عزیز دل همه ما امام زمان ما، یه صلوات جلیل ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جناب آقای دکتر دولتی تشریف بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه سیدنا و نبینا و حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد و
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين لا سيما بقيه الله في الارضين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. حضور برادران و خواهران عزیز سلام عرض میکنم. انشاءالله که تا اینجا شب سوم و روز دوم رو پشت سر گذاشتین و میگذاریم بهره برده باشین. امشب در خدمت شما هستم در ادامه صحبت شب گذشته. عنوان کلی صحبت این چند شب هست که دین رو از حسین بیاموزیم، از حضرت سید الشهدا. بنابراین بیشتر صحبت بر مبنای گفته ها و خطبه های حضرت ابا عبدالله خواهد بود، البته در کنار آیات قرآن کریم. خلاصه شب گذشته این بود که امام حسین علیه السلام کاری رو برای خدا کرد و در کلام ایشون اینطور آشکار بود که وقتی با کوفیان صحبت کرد گفت نعم الرب و ربنا، خدای ما بهترین خداست، خدای خوبی است، پروردگار خوبی است. اشاره داشت که به اونها شما خدا رو نمیشناسید، اگر خدا رو میشناختید چنین نمیکردید. ما کنجکاو شدیم که خدای امام حسین چه نوع خدایی بوده، نکنه ما هم از اون خدا نداشته باشیم. خدا یکیست، خدای خالق یکیست، همه اعتقاد به توحید دارن و داریم. اما وقتی که به ذهن ما میاد، وقتی در زندگی ما میاد، جلوه های گوناگونی از خداوند هست. اونطوری که امام حسین علیه السلام تصویر کرده در دعای عرفه، در گفته های دیگری که از ایشون نقل شده، ایشون رابطه خاصی با خدای خودش برقرار کرده بود. ضمن این که طلب استغفار می کرد، ضمن این که از راه های مختلف خداشناسی انجام می داد، از خدا خواسته بود که یک راه مستقیم و ویژه‌ای هم براش قرار بده که به خدمت برسد، توسلونی الیک، که برسم بهت. و به این آرزوش امام حسین علیه السلام رسید. امام حسین علیه السلام کامروا شد، به فوز عظیم رسید، دشمنانش ناکام شدند. اگرچه در قصه دنیوی که ما میگیم امام حسین کشته شد، شهید شد و اصحابش و خانوادش افرادی و طرف مقابل پیروز شد، ولی در ورق دیگر قصه که اون جنبه واقعیش هست، اون که به فوز عظیم رسید امام حسین و کسانی بودند که در رکاب ایشان شهید شدند. شخصی عارف این شبیه این قصه رو خوب بیان میکنه که خدایا آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خاندان را چه کند، یا خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند، آن کس که تو را شناخت جان را چه کند. اگر کسی مثل امام حسین علیه السلام خدا را بشناسه دیگه جانش براش ارزش نداره، در راه خدا البته. فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ فرزند
خانواده، چه برای زن چه برای مرد، و ثروت ارزش ذاتی نداره در نظر قرآن. بچه وقتی بهش باید افتخار کرد، پیامبر فرمود افتخار میکنم به بچه های شما که بچه خوبی باشه. خانواده وقتی که خانواده سالمی باشه، اون وقت ارزش الهی داره. در غیر این صورت در راه خدا نباید ترجیح داد خانه و خانواده و فرزند رو. فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی. بهش خدایا تو به این شخصی که تو رو میشناسه، این چنین از نزدیک آشنا شده با تو، هر دو جهان هم دنیا و آخرت رو حاضر بدی، حاضری هست که بدی، عطا کنی، ولی دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ این قصه دقیقا و شاید فقط در مورد امام حسین علیه السلام و افرادی که همچون ایشون از انبیا و اولیا جانشون رو دادند صادقه. بقیه از عارف و عالم و شاعر، بله در حد دو بیت شعر خوبه، در کتاب ها هست. امشب آیه ای رو که قرائت کردم، آیه ای که خلاصه بحث رو دار، آیه 165 سوره بقره است و روی پرده هم هست. اگر همه ساکت باشن، از جمله افرادی که خانمایی که این طرف هستن و آقایونی که اون سمت عقب هستن، من قول میدم در آخرش یه ذکر خیلی خوب و راهگشا هم یاد بگیریم از حاصل این صحبت. خب یک صلوات بفرستین که من صحبت شروع. یک بحث مهم اعتقادی، چه در قدیم چه در امروز، امروز یعنی در همین 2011-1396، که شما اگر در محافلی که درباره دین و اسلام صحبت میشه تشریف ببرین، علاقه داشته باشین گوش بدین، یکی از بحثا این هست که آیا خداوند رو باید ازش وحشت کرد و ترسید، یا باید دوست داشت، بهش عشق ورزید. من امشب با استفاده همین آیه و چند آیه و روایت دیگر میخوام جواب این صحبت رو بدم، جواب این سوال رو. بعضی جانبدار اینند که خدا رو باید ازش ترسید، بعضی جانبدار اینند که خدا رو باید بهش عشق ورزید، محبت داشت. حتی در ادبیات عرفانی، ادبیات اسلامی ما گفته میشه که در ابتدا علمایی بودن که بیشتر از عذاب و وحشت و خوفی که نسبت به خدا باید داشت صحبت میکردن. اصلا کل سیستم اخلاقی و تربیتیشون بر این اساس بوده که از خدا بترسین پس این کارو نکنین. کتابهای از کتابهای خیلی سنگین و مورد استناد قدیمی ما، از جمله در کتاب‌های غزالی و حتی خود قرآن کریم رو بعضیا نسبت دادن که کتاب که بیشتر بر محور خوف و خشیت الهی تربیت میکنه انسان‌ها رو، و بعدها جنبه دیگری پیش آمد و عده‌ای ترجیح دادن خدا رو خدای محبوب تلقی کنن و از راه عشق به خدا و محبت الهی زندگی رو، خود و دیگران رو تنظیم کنن. اصلا سیستم اخلاقی عرفانی رو بر این پایه بریزن. هر دو جورش رو هم داریم، هم عرفان بر پایه خشیت، هم عرفان بر پایه محبت. آیه رو من قرائت میکنم تا ببینید آیه چه میفرماید. امشب از قرآن و از امام حسین علیه السلام جواب این سوال رو میخوایم بگیریم، اهمیت این سوال، جواب به این سوال در قصه عاشورا معلوم خواهد شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله. بعضی آدم ها هستند، بعضی گروه ها هستند که در کنار خدا یا در مقابل خدا، در هر دو تفسیرم آمده، در کنار خدا یعنی در کنار اعتقاد به خدا، یا در مقابل خدا یعنی بدون اینکه اعتقاد به خدا داشته باشن، شریک هایی رو قرار دادن، افرادی رو، مجسمه هایی رو،
یک چیزی رو قرار دادن برای خودشون که بسیار به اون علاقه و محبت ورزیدن. یحبونهم که حب الله. بعد قرآن میفرماید والذین آمنوا اشد حبا لله. کسانی که ایمان دارن، منظور ایمان به دینی که حضرت ختمی مرتبت آورده و نازل شده توسط ایشان، اونها حبشون به خدا شدیدتر است. والذین آمنوا اشد حبا لله. خب من تا اینجاش رو معنی میکنم، بعد قسمت بعدیش رو دوباره تا اینجاش رو توضیح بدم. اگر کسی به خدا اعتقاد نداشته باشه میشه جزء مشرکین. البته مشرکین خدایانی داشتن یا افراد یا بت‌هایی داشتن که بهش علاقه داشتن. خب این ترجمهش معلومه. اما اگر کسی که به خدا اعتقاد داره، این آیه در مورد او هم باشه، که کسانی هستند که به خدا و توحید اعتقاد دارن ولی به یه چیزای دیگه علاقه بیشتر دارن، یحبونهم که حب الله، اون موقع ما وارد این آیه میشیم، مشمول آیه میشیم که ما چه چیزهایی رو بیشتر از خدا دوست داریم، چه چیزهایی رو مثل اون محبتی که به خدا باید داشته باشیم نسبت بهش داریم. من چون خودم مبتلا هستم نمیخوام موضوع رو بست بدم، چون اول گردن خودم رو خواهد گرفت، ولی هر کس خودش رو قاضی کنه ببینه چه چیزی رو بیشتر از خدا دوست داره. دوست داشتن یعنی اینکه در دل شما در طول روز چه هست، چی هست. خداوند قلبی داده که محبت دو نفر، محبت عظیم برای دو چیز و دو نفر درش جا نمیشه. باید دید که ما چه چیزهای دیگه هم علاقه داریم. والذین آمنوا اشد حبا لله. کسایی که ایمان دارن نشونه شون اینه که حبشون برای خدا بیشتره. ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جمیعا. اینجا یک به اصطلاح شیفت میشه در داخل آیه. میگه اگر کسانی که ولو یرا الذین ظلموا، کسایی که ظلم کردن و از جمله مشرکین، وقتی که عذاب رو ببینن روزش برسه، اون موقع میبینن خدا چقدر قوت داره. ان القوة لله جمیعا، و هیچ کسی دیگه قدرت نداره، نیرو نداره. و ان الله شدید العذاب، و خدا عذاب شدیدی داره. عذاب، کسی نیست که از عذاب نترسه. پیامبر خدا، امامان از عذاب میترسن. اینا شعره که من بگم خدایا منو عذاب بده، در مثل ابراهیم در آتش بنداز هنوزم من، اینا خب عبارات عرفانیه. در اصطلاح قرآن انسان طوری آفریده شده، وجود انسان، این مخلوقی که خدا آفریده، باید از عذاب بترسه. لذا ترس عذاب، ترس از عذاب بجاست، انسانی است. قرآن می‌فرماید اونهایی که اگه نوبت عذاب برسه مردم می‌فهمند که وان الله شدید العذاب، عذاب خدا خیلی هم اتفاقا شدیده. بله آتش جهنمه، شکنجه است، هر چی که بخواید تصور کنین درده. البته به حق، نتیجه اعمال خود شخصه. خب از این آیه مبارکه هم معنی خشیت رو در آوردیم و خوف، هم معنی محبت رو. یک مقدار از جواب اون سوالی که عرض کردم روشن شد که آیا قرآن کتاب خشیت یا کتاب محبت. همونطوری که دیدین ابتدا بحث محبت بود و به دنبالش گفته شد که اگر نخواین قبول کنید حق رو، بعد باید منتظر عذاب باشید. در آیه دیگه هم هست شبیه همین مطلب، در سوره مائده است، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. خداوند اگر به مؤمنین میگه ای مؤمنان اگه شما این دین رو نمیخواید برید کنار، ترک کنید، مشرک بشید، مرتد بشید، خداوند گروهی میاره که خیلی بیشتر او رو دوست دارن. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، یعنی خداوند قابل محبته، فقط مورد خشیت نیست. خدا خدای مخوف نیست، خدای محبوب هم هست، چنان که قرآن می فرماید.
در سوره رحمان که انشالله حتما قرائت کردید در مراسم خوب یا مراسم عزا، جایی هست که می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولمن خاف مقام ربه جنتان. هر کی از مقام الهی بترسه دو تا بهش در انتظارشه. مفسران نفهمیدن دو تا بهش کدوم دو تا بهشته، حد زدن که یکی بهشت جسمانی که متعلق به معاد جسمانی است، یکی هم بهشت روحانی، لذت روحانی که متعلق به معاد روحانی است. خداوند وعده میده اگر بترسید، این ترس ترس از مار و عقرب نیست، از مقام الهی بترسید. هر کی هیبت و عظمت و قدرت و جلال الهی رو ببینه و درک کنه نمیتونه نترسه. شما شده در همین طبیعت که یک ذره است، یک کمتر از ذره است در کل این گیتی، در همین طبیعت اقیانوس ها و دریا هستن، در یک دریایی باشین، در کشتی باشین، شب به آب نظر کنید، ترس فرا میگیره شما رو. البته اگر پشت سرتون مثل برنامه‌ای که در کروز هست نباشه، منظورم در کشتی معمولی، در قایقی که هر کسی برای خودش داره، در جنگل برین در شب وحشت شما رو میگیره، در کوه برین وحشت شما رو میگیره، اینها که ذره ای از این گیتیان وحشت ما رو میگیره. ما اینطور ساخته شدیم، نباید خودمون رو بزنیم به اون راه که نه این ترس ها بیجاست. این ترس ها اتفاقا درسته و بجاست، انسانی کاملا. و با همین انسانیت اگر کسی در مقابل هیبت و عظمت و جلال الهی قرار بگیره، غیر منتظره است. عجیبه که نترسه، باید بترسه. اما ولی من خاف مقام ربهی، کسی که از مقام ربش بترسه، هم در سوره رحمان هست هم در سوره دیگر هست. حضرت موسی علیه السلام از خداوند دستور میگیره اذهب الى فرعون انه طغى، برو پیش فرعون، طغیان کرده. فقل هل لك الا ان تذکا، آیا نمیخوای درست بشی؟ و اهديك الى ربك فتخشى، نمیخوای راهنماییت کنم به اون پروردگارت که ازش بترسی؟ وقتی کسی چنان بزهکار و جنایتکار میشه مثل فرعون، با محبت نمیشه به راهش آورد. بچه که نیست فرعون. حضرت موسی میگه اون جنبه خشیت الهی رو بهت نشون بدم تا حساب کار خودتو داشته باشی. البته فرعون روشو بر میگردونه، فعد برایس آ، میترسه که اصلا از این ترس بترسه، گوش نمی کنه به حضرت موسی علیه السلام. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. هر کسی که در مورد انبیاء الهیه، انبیاء که بزرگترین انسان، شریفترین انسان ها هستند در کنار اولیاء الهی، خدا در مورد اونها میفرماید الذين يبلغون رسالات الله، اونایی که پیام الهی رو میرسونن، يخشونه و يخشونه، از خدا میترسن، ولا یخشون احدن، از هیچ کس دیگه نمی ترسن. و کفا بالله حسیبا. خشیت با خوف یه مقدار فرق داره، من اینو توضیح بدم. در قرآن هر دو تعبیر آمده، نسبت به خداوند و مقام خداوند هم هر دو حالت رو باید داشت. خشیت یک نوع ترسیه که همراه با آشنایی و علم و تعظیم و شرمه. خیلی فرق داره با ترسی که از تاریکی و عرض کردم از مار و از مریضی داریم. خوف ولی اون ترس دیگریه. لذا خشیت فقط در مورد حضرت باری تعالی صادقه، اما خوف میشه از هر چیزی ترسی. بنا به تعبیر قرآن، کسانی که هر چی خدا رو بیشتر بشناسن، علم بیشتر داشته باشن، بیشتر خشیت دارن. انما یخشى الله من عباده العلماء، و کسانی که علم دارن، فقط کسانی که علم دارن از خدا میترسن. خب بریم سراغ روایات که عرض کردم از امام حسین علیه السلام باید بیاموزیم. اول از جد بزرگوارش نقل شده اعرفکم بربکم
اخوفکم من ربه. این روایت رو من گزینش کردم چون کلمه اعرفکم داره. اعرفکم یعنی هم ریشه عرفانه، درسته؟ کسانی که بلدن لغت، هم ریشه عرفانه. اینجا پیامبر صلوات الله علیه می‌فرماید عارفترین شما، عرفاندانترین شما کسی است که از خدا بترس. پیرید. یعنی هیچ عارفی نمیتونه از جاش بلند بشه چیزی بالاتر از این بگه. بگه عرفان الهی یعنی محبت، یعنی عشق الهی فقط. نه، چون این نیست. چون پیامبر میفرماید اعرفکم بربه، اخوفکم من ربه. میخواین عارفتر باشین باید خوف داشته باشین، محبت هم باید داشته باشین بنابرای اونطوری که از قرآن براتون قرائت کردم، ولی خوف رو نمیشه حذف کرد. شما انسانین، از پیامبر که بالاتر نیستین. امام حسین علیه السلام میفرماید که من هر موقعی اومدم به خودم بیام، اصبحتو یعنی صبح کردم، بیدار شدم، ولی رب فوقی، هر موقع بلند شدم دیدم پروردگاری بر من ناظره و نار و امامی، آتش رو در جلوی خودم دیدم، آتش جهنم و الموت و یطلبونی. این تصور و تصویریه که امام حسین علیه السلام نقل میکنن که میشه فهمید زندگی ایشون چگونه تنظیم میشده. از حضرت پرسیدند که ما اعظم خوفک من ربک، چرا انقدر از خدا میترسی امام حسین، تو که کار درسته؟ فرمود لا یأمن یوم القیامه الا من خاف الله فی الدنیا. کسی در روز قیامت امان نداره مگر اینکه در دنیا خدا از خدا ترسیده باشه. در روایت دیگه هستش که هر چی تو دنیا از خدا بترسین تو آخرت بی‌ترس ترین، احساس ایمنی میکنین، راحت ترین. اللهم اجعلنی اخشاک کأنی اراک، از دعای امام حسین علیه به زبان مبارک ایشون جاری شده در دعای عرفه. خدایا اللهم اجعلنی اخشاک کأنی اراک، خدایا من اگر میبینی ترس و اینا به هم نمیاد، یه کاری کن ترس بیفته به جونم، انگار که دارم میبینمت. خدا رو که نمیشه دید ولی میشه حس کرد حضورش را. اللهم اجعلنی اخشاک، امام حسین از خدا ترس میخواد، میگه ترس به جونم بنداز، از این خشیت ها به هم بده که عظمت تو درک کنم. هر کسی ترسم به سراغش بیاد، البته خب ممکنه ناراحت بشه، گریم بیاد، اون گریه اون عشق هم ارزش داره. البکا و من خشیت الله نجاتم من النار، اگر کسی گریه کنه از ترس خدا باعث نجاتش از آتش میشه. خب تا اینجا معلوم شد که در نمیشه گفت قرآن یا دین یا عرفان فقط بر پایه محبته، هم خشیت هست هم محبت. خب از محبت هم بگم بیشتر، همونطور که در آیه قرائت شد، تلاوت کردم، گفته شد که والذین آمنوا اشد حبا لله، اشد حبا چیزی در حد مثلا عشق میشه. البته خب دیگه حالا هر که معنی عشق رو برای خودش بکنه، وقتی نسبت به خداوند برسه چه هویتی پیدا میکنه. در مورد امام حسین علیه السلام محبت نسبت به خدا رو باز هم در کلام ایشون پیدا میکنیم. در دعایی از ایشون میفرماید انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک، خدایا تو وقتی دیدی کسی میخواد دوست داشته باشه کمکش کردی، دیگرانو از قلبش دلیت کردی، پاک کردی. ازلت، انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک، حتی این صاف کردن قلبم به خدا نسبت داده حضرت، حتی لم یحبو سواک، تا جایی که دیگه به جز تو کسی رو دوست نداشتن. ماوا وجدک من فقدک، کسی که تو رو گم کنه چه کسی، چه چیزی به دست خواهد آورد؟ و من الذی فقد من وجدک، چه چیزی رو گم کرده اگر کسی تو رو پیدا بکنه؟ یا من اذاق احباءه حلاوت المعانسه، ای خدا، ای کسی که فرمایش حضرت سیدالشهدا است، ای کسی که شیرینی انس با تو رو در جان اون کسانی که تو رو دوست دارن قرار دادی.
بنابراین با توجه به آنچه که از امام حسین علیه السلام یاد میگیریم و آنچه که از قرآن کریم براتون قرائت کردم، باید به یه تعادلی رسی. این تعادل کمی دشواره، چون انسان هر لحظه خب به یه شکلیه، بسته به حالتش، بسته به نیازاش، بسته سلامتیش، بسته به مشکلی که برای خانوادش پیش میاد، گاهی موقع یه مقدارم رابطش با خدا از جانب خودش البته کدر میشه، احساس ناراحتی میکنه، خدا این چه مصیبتی بود به من دادی. من یک شاگردی داشتم در قدیم، بعد ایشونو ملاقات کردم، البته الان دیگه استاد من شده، بعد اینکه درس خیلی فرد باهوش و با استعدادی بود، درسای مهندسیشو خیلی خوب خونده بود، بعد رفت درسای دینیشو خون و اهل عرفان شد واقعا، و خیلی آدم خالصی بود، آدم فهمیده‌ای بود. چون دو نفر داشتم، هر دو رو نقل میکنم، برای من درسی است. یکیشون شاگردم بود، یکیشون هم همدرس من بود در همین دروس دینی که یه مقداری من توفیق داشتم. اون که همدرس من بود، وقتی که درسشو خوند، عارف شد، تقریبا تمام دروسو خوند، مجتهد شد، درست سالی که رسید به باردهی، به ثمردهی، دچار سرطان شد. خانواده ای داشت، صاحب فرزند شده بود، خیلی هم با اونا محبت داشت، اونا بهش علاقه داشتن. خداوند مهلت نداد، چند ماه نکشید که رخت بربست. اون شخص دیگه ای که عرض کردم بازم برای من درسی بود، او هم همینطور. هر دو هم البته از افراد مستعد بودن، من میتونم بگم در کشورمون جز 1% باهوش کشور بودن، و بعد در کنار دروس دانشگاهی و بعد از اون دروس دینیشون رو خوندن و تمام کردن. به این دومی خدا عمر درازتری داد، ولی بچه هاش رو ازش گرفت. بچه هاش یکی بزرگ شد، به حدود 5-6 سالگی فوت کرد، دیگری بزرگ شد، بازم در همون حدود، دقیقا نمیدونم چند ساله بود، خدا اون رو هم ازش گرفت. خب این شخص الان باید چجوری با خدا حرف بزنه؟ ما الحمدلله همه چیمون میزونه، سر جاشه، الان با خدا غریبه ایم، دیگرانو بیشتر دوست داریم. چه خواهد شد اگر روزی خدای نکرده بیماری صعب العلاجی نصیب کسی بکنه؟ چه خواهد شد اگر خدا فرزند دلبند کسی رو در اوج محبتی که داره یک باره بگه که وقتش آمده؟ خدا نکنه البته، ولی این امتحانا، این بلاها، بلاهایی که اعتقاد و ایمان شخص رو می آزماید. من دیشب از امام حسین علیه السلام چیزی رو خوندم که حضرت فرزند از دست دادش، بهش گفتن چرا گریه نمی کنی، چرا شیون نمی کنی؟ فرمود خدا داد، بعدش هم گرفت. از این نمیشه فهمید که حضرت به بچه‌هاش محبت نداشته. چه کسی میتونه اونو بگه؟ در صحنه کربلا خاطرتون هست که حضرت چه مرتب میآمد به خیمه که برای اینکه اظهار علاقه کنه مراقب خانواده باشه. امشب اتفاقا معمولا شب سوم محرم، شب دختر خردساله حضرت سید الشهدا، حضرت رقیه، که محبتی که بین او و پدر بود، در اون جملاتی که وقتی که سر بریده و سر مطهر حضرت سید الشهدا رو در اون تشت گذاشته بودن، البته قبل از اون بود این ماجرا، حضرت رقیه به اونجا نرسید، در واقع قبل از اون بود طبق تاریخ، به هر صورت در هر زمان بود، جملاتی گفت با سر پدر که نشون میداد چقدر محبت داشته، چقدر وابسته بوده به پدر. نمیشه گفت امام حسین علیه السلام به فرزندانش علاقه کمتر داشته، در اوج علاقه از دست میدهد و ایمانش به خدا متزلزل نمیشه. تعادل بین محبت، بین خشم، بین خشیت، بین امید، بعد از قرآن آموخت. بعضی از کسانی که در به قله های عرفان رسیدن، آثارشون رو ما استفاده میکنیم، منم جز
استفاده کنندگان و تحسین کننده های اونها هستم، به نظرم میاد یک مقدار کم ظرف بودن، نتونستن خشیت و محبت رو با هم در خداشناسیشون قرار بدن، ولذا یک سر صحبت از عشق کردن. شما اشعار و کتاب ها رو بخونین، صحبت از عشق به خداست. عشق به خدا درسته، محبت به خدا واقعی است، قرآن توصیه میکنه، ولی نه به خاطر اینکه خشم چیز بدی است. اون خشم و خشیت سر جاشه. ما به خشیت الهی، به عظمت الهی، به تکبر الهی، اینها رو به عنوان صفات جلال میشناسیم. اما وقتی به رزاقیت و محبت و رحمت الهی میرسیم، به اونها میگیم صفات جمال. خداوند هم صفات جلال داره، اگر کسی در خداشناسیش میخواد کامل باشه، هم صفات جمال. همه صفاتش هم در قرآن آمده. بله، قرآن در بخشی از تاریخ جنبه خشیتش خیلی قوی تر بوده، مردم هوشیار به عذاب داده. آیات قرآن درباره جهنم از آیات قرآن درباره بهشت بیشتره، آیات عذاب و عقاب و هشدار و انذار بیشتره تا تبشیر. این بیشتر در نیمه اول آیات مکی مشهودتره. چطور انتظار داشتن که یک قومی رو که مشرک بودن، اصلا بسیار از خدا دور بودن و تبهکار و دفن میکردن دخترشون رو، به هم دیگه رحم نمیکردن، اینها رو بخوان با آب نبات چوبی، با تشویق، با محبت به راه بیارن؟ انقلاب لازم بود، هشدار لازم بود. پیامبر صلوات الله علیه باید روی بیمدهندگی و انذارشو نشون میداد به این قوم تا اینا تکون بخورن، و چنین کرد. بعد که آرام شدن، ایمان آورندگان زیادتر شدن، اون وقت راه محبت و راه بهشت هم به اونها نشان داده شد. قرآن این تعادل رو حفظ کرده و به ما آموزش میده. فقط بعد کسی که میخونه به زمینش هم توجه داشته باشه. لذا اگر دوستان اشعار عارفانه میخونن در باب محبت به خدا، درسته و اتفاقا بسیارم اونها شیرین تره، ولی هیچ موقع فکر نکنن که تنها خدا صفات جمال داره. صفات جلال الهی در کنار صفات جمال باعث اعتقاد ماست. در سوره الرحمن هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. اون ذکری که قول دادم به خواهران و برادران عزیز در آخر، در اواخر صحبت بگم خدمتتون، همین ذکره. یا ذی الجلال والاکرام، جلال یعنی اون صفات جلال خدا، خشیت و عظمت و اون جنبه قهاری خدا. اکرام معنیش معلومه، ما بهش گفتیم صفات جمال، یعنی جنبه اکرام خدا، بخششش، رزاقیتش، محبتش، بهشتش. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بالاست، برتر و مبارک است، عظیم است اسم خدا که به این شکل او را بخوانید. روایات زیادی آمده در این که روزی رو نگذرونید که این ذکر رو نگیم، یا والجلال والاکرام. گفته شده هر موقع یادتون اومد خواستید ذکر دیگه ای بگید، این رو هم بگید، یا والجلال والاکرام. یعنی خدا رو هم به صفات اون خشیتش، هم به صفات محبتش بخوانید. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، باز هم در سوره رحمانه، در دو جای سوره الرحمن آمد. خب از محضر مبارک حضرت سید الشهدا آموختیم، از قرآن کریم آموختیم. امروز همونطوری که عرض کردم، روز دوم و شب سوم، حضرت وارد کربلا میشن فردا، روز هشتم ذی‌الحجه که حضرت از مکه حرکت کردن. امروز روزی، یعنی فردا در واقع روز سوم، وارد کربلا میشن و یه گفتگوی کوتاهی هست در همین روز که نشان میده دلیل، اگر کسی بپرسه فلسفه قیام حضرت چه بود، معلوم میشه. حضرت میفرماید که
وارد کربلا که میشن بر صورت در راه به فکر این بودن که کوفیان وعده دادن که بیان و حضرت مسلم هم که رفته بود که اون ماموریت رو انجام بده، در راه البته بهشون خبر میرسه، خبر شهادت حضرت مسلم، و بعد که وارد کربلا میشن اصحاب کسایی خب بالاخره ترکشون کردن چون در راه خود ایشون اجازه فرمودن. عبیدالله یک بار در راه حضرت رو هشدار داد که عقب بنشین، برگرد، بیعت کن با یزید، که حضرت گفت من این کار رو نمی کنم، به قیمت خاری می خواهید تموم کنید این کار رو برای من. وقتی که به کربلا رسید، عمر ابن سعد فرمانده لشکر کوفه بود، عبیدالله فرماندار کوفه بود. عمر ابن سعد برای عبیدالله کار میکرد. عمر ابن سعد وعده گرفته بود که بخشای از ایران رو حکومت کنه و لشکری رو آماده کرده بود که به سوی ایران حرکت کنه، به سوی ری، همین تهران امروز، جنوب تهران. که عبیدالله بهش میگه که یک سری به کربلا بزن و جلوی ابا عبدالله رو بگیر و به او از او بیعت بخوا، مجبورش کن که برای بیعت کنه با یزید. عمر ابن سعد میگه من که قرار نبود برم، من قرار بود برم به ری با این لشکر. میگه حالا این لشکر تو کچ کن، به اصطلاح سرشو ببر به کربلا فعلا، بعد از اونجا برو به ری. این قسمت قصه از این جهت مهمه که افرادی که در سپاه عمر سعد بودن، بسیاریشون فکر مقابله با امام حسین علیه السلام هم نمی کردن. در میانشون مسلمان بود، در میانشون شیعه بود. شیعه یعنی کسی که به هر صورت محب اهل بیت بود. حالا در اون زمان شاید این اصطلاح به این صورت امروز نبود که تقسیم معلوم بشه. یک باره اینها بهتشون زده بود، ما داریم کجا میریم؟ و دیگه قصه حالا انشالله مدح عزیزمون و در مناسبت‌های بعدی ذکر خواهند کرد ماجرا رو. اون قسمتش که مهم بود اینه که حضرت به عمر ابن سعد میگه که خب من الان اینطوری که برای من راه گذاشتین، من باید یا برگردم یا بیعت کنم، هر دو هم میخوایم به اسم خاری و ذلت تمام شه و من به این راضی نمیشوم. بله، البته حضرت در اونجا اظهار میکند که من میخوام برم ولی با عزت، چون کوفیان نیامدن، لشکر نیامده، و در جای جا همین اظهار رو حضرت دارن. حالا این قصه ایشالله شاید قصه رو بعداً عرض کنم، سال قبلم یه اشاره کردم. شباهت‌های زیادی بود بین قصه امام حسین علیه السلام و قصه حضرت یحیی که سال گذشته فکر کنم یا دو سال پیش خدمتتون عرض کردم. امام سجاد علیه السلام می‌فرماید هر منزلی که پدرم وارد می‌شد در راه اونجا یاد می‌کرد حضرت یحیی. حضرت یحیی سرنوشت نمیتونیم بگیم در همین مقیاس، و علی از جهاتی مشابه سرنوشت سید الشهدا علیه السلام داشت. در قرآن حضرت یحیی به عنوان سید تعبیر شده و تنها کسی است که سید خوانده شده. سر حضرت یحیی رو بریدن و در تشت قرار دادن. من فرصت و غنیمت میدونم از چون جناب آقای دوست عزیزمونم فرمودن آقای سلیمیان، برای هم برای این مرکز باید دعا کرد، هم برای این جامعه کامیونیتی باید دعا کرد، هم برای کسانی که حقی کلن به گردن جامعه اسلامی آمریکا دارن. یکی از اون افراد البته چند هفته پیش جانشو به جان آفرین تسلیم کرد، انشالله خدا رحمتش کنه. بقیه هم که هستن به هر صورت نوبت یک به یک خواهد رسید. امیدوارم که همه اونهایی که الان اینجا نیستن خدا مورد رحمت واسعه قرارشون بده. کسانی که برای این مجلس زحمت میکشن، چه در غیاب ما که الان نمیبینیم، قبل از این برنامه اینجا رو تمیز میکنن در آشپزخانه، و به گروه های بالاخره مدیران و بانیان و گردانندگان رو هم من باید دعا کنم، خواستن اسم نبرم. انشاءالله خدا به همشون اجر و ثوابی که ما میبریم بخششو به اونها بده. انشالله خدا ما رو جزو صحابی بالقوه، اصحاب بالقوه امام حسین علیه السلام قرار بده. از دعایی که دعای
امام حسین علیه السلام هست، جمله رو میخونم و انشالله به ذکر مصیبت خواهند پرداخت. اللهم اجعلنا فی ها والوقت ممن سألک فأعطیته. خدایا در این وقت از تو میخوام ما رو جز کسایی قرار بدی که از تو چیزی خواستن و بهشون دادی. و شکرک فزدته. خدایا الحمدلله شکر تو کردن و تو به اونها بیشتر دادی. و تاب الیک فقبلته. و توبه کردن، بازگشتن به سوی تو و تو پذیرفتی خدایا. فغفرتها یا ذل جلال و الاکرام، یا ذل جلال و الاکرام، یا ذل جلال و الاکرام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلوات با عرض تشکر از برادر بزرگوارمون جناب آقای دکتر دولتی، من دو موضوع رو تذکر بدم. برادرمون جناب آقای صبوری برنامه عزاداری رو شروع خواهند کرد با روزه امشب. یک ماشین لینکلن SUV که نزدیک تراشکن پارک کرده، اونجا تمام چراغاش روشنه. ما نمیتونیم وسط برنامه قطع کنیم و این اعلام ها رو بکنیم. حالا دیگه نمیدونم الان باتری داره یا نه، ولی اگه ماشین شما هست لطفاً برید و چراغاشو خاموش کنید. چراغ روشن مونده همینجوری. Lincoln SUV car is parked by the trash can and the lights are on. It has been on for at least the last hour or so. So please move and turn off the cars, turn off the lights and so on. That's یکی. دوم این که اجازه ندارم اینو بگم، ولی به هر حال میگم به هر امیدی که هستش. از تمام برادران خواهران عزیزی که اینجا تشریف دارن خواهش میکنم، استدعا میکنم اطراف خودتون رو تمیز کنید. حتی یه چیز کوچیک هم اگه روی زمین هست بردارید، برای اینکه شما وقتی تشریف ببرید بایستی چهار نفر دیگه که اینجا داوطلب هستن آخر شب، اگه شما دیرتون شده بایستی حتما برین خونه، اون چهار نفر دیگه هم به خدا دیرشون شده و میخوان برن، ولی اینجا میمونن، جارو میکنن، تمیز میکنن، چیزای خیلی ساده. شما فرض کنید اینو اصلا از تایید اینو به عنوان برای دلتون بکنید، برای هیچ چی دیگه نکنید، برای دلتون بکنید. فرض کنید اون آشغالی رو که روی زمین هست برمیدارید، مثل اون خاریه که دارین از توی صحرای کربلا از جلوی پای بچه‌های امام حسین برمیدارید، هیچ فرقی نمیکنه، خودتون گذاشته یا کس دیگه ای گذاشته، بردارید، نذارید اینجا یه جوری باشه که آخرش چهار نفر دیگه مجبورشن که ثواب زیاد ببرن. ثواب ها رو تقسیم کنیم. خیلی ممنون. ببخش. بفرمایید. بسم الله. السلام علیک یا ابا عبدالله، یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه. یبن رسول الله. شب دوم مجلس هست. بنابر روایتی فردا بعد از ظهر و بنابر روایتی امروز بعد از ظهر کاروان به دشت نینوا و کربلا میرسه. امشب دلها رو برداریم بریم پیشباز این کاروانی که به زودی وارد کربلا میشه و همه خانواده همراه همند، اما تنها نریم، از صاحب مدرسه کمک بگیریم، آقا امام زمان رو هم جلو بیاندازیم
و این پیشباز رو انجام بدیم. دعوت کنیم از آقا برای مجلسمون، انشاءالله که وجود ایشون، برکت قدم ایشون گرمی این مجلس رو چند برابر بکنه و اون رو مورد قبول خداوند قرار بده. ای داغدار اصلی این روزها، بیا صاحب عزای ماتم کرب و بلا، تنها امید خلق جهان، یبن فاطمه ای منتهای آرزوی انبیا، بالا گرفته ایم برایت دو دست را، مهدی زهرا، بالا گرفته ایم برایت دو دست را، ای مرد مستجاب قنوت و دعا، بیا بیا فهمیده ایم با همه دنیا غریبه ای، دیگر به جان مادرت ای آشنا بیا، از هیچ کس به جز تو نداریم انتظار، یا امام زمان، از هیچ کس به جز تو نداریم انتظار، های توست فقط چشم ما، بیا مهدی زهرا. هفته به هفته می گذرد با خیال تو، پس لااقل به خاطر خون خدا بیا. آقا امام زمان، نمیگم برا ما تو مجلس ما بیا، نمیگم برا ما سری به ما بزن، آقا برا جد غریبت بیا. هفته به هفته می گذرد با خیال تو، پس لااقل به حرمت خون خدا بیا، آقا بیش از هزار سال تو خون گریه کرده ای، دردانه فاطمه، بیش از هزار سال تو خون گریه کرده ای،
ای خون جگر ز قامت زینب بیا بیا، ای خون جگر ز قامت زینب بیا بیا، قافله رسید به دشت ماریه، همچین که آقا امام حسین متوجه شد نام زمین کربلا، فرمود بار بکشایید اینجا کربلاست، دستور داد یه خیمه برا مردا زدن، یه خیمه هم برا خانوما و خواهرا. اما هرچی گشت زینبشو پیدا نکرد، آمد بیرون خیمه دید خانم رو خاک ها نشسته، این زانوها رو بغل گرفته، داره زار زار گریه میکنه، آمد جلو خواهرم چه رخ داد این گونه پریشانی، صدا زد حسین من نمیدونم چرا از وقتی وارد این سرزمین شدیم تمام غمای دنیا رو قلب من نشست، دلم گرفته میخوام گریه کنم، برادرم فرمود زینبم خودتو کنترل کن و نگهدار، تو روزهای سختی در پیش داری، این گریه ها تو بذار برا روزهای پریشانی، روزهای اسارت، روزهای سخت و گرفتاری، صدا زد اگه میشه ما رو ببر بیرون از این از این سرزمین حسینم، ای چند بیت زبان حال زینب و دعاتون کنم، آماده بشیم برا سینه زنی، خیمه مزن اینو چشمانم حسین جانم، ایشالا با زینب هم ناله بجیگیم، آرام آرام وارد روزه و مرثیه بجیگیم، خیمه مزن اینو چشمانم حسین جانم، خاک غریب این زمین کرده پریشانم، دلم خون شد در این سرا، بیا برگرد گل زهرا، دلم خون شد در این سهرا، بیا برگرد گل زهرا، مظلوم حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، مظلوم حسین جانم، حسین جانم، حسین جان، آخر شود تعبیر خواب کودکی من، آخر شود تعبیر رخاب کودکی
من تشنه به خون توست، سنان و نیزه دشمن برادرم به خاک افتی، لبت شان تند اینجا شود آریان به خاک افتی، لبت شان تند اینجا شود قربان، مظلوم حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، صدا تو آزاد کنه میشم، مظلوم حسین جانم، حسین جانم، برادرم اینجا دهد بوی در دیوار خونین را، به یاد مادر افتاد اینجا دهد بوی در دیوار خونین را، آید صدای قس، آید صدای قس، صدار ما درم زهرا زبیه بالقفا گردی، اسیر نیزه ها گردی، زبیه بالقفا گردی، اسیر نیزه ها گردی، مظلوم حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، مظلوم حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، بار الله به طواف کعبه کوی حسین، بار الله به مه منور روی حسین، این جمع که حاضرند از پیر و جوان مخصوصا جوونا، این جمع که حاضرند از پیر و جوان، بخشا همه را به حرمت خون حسین. دوستان تشریف بیارن جلوتر لطفاً. السلام علیک یا ابا عبدالله، ملی غیرک، ملی غیرک، من که ندارم کسی رو به غیرت، آرزوم با دعاهای خیرت، پا بذارم جای پای زهیرت، انی سلم سلام مکان انی ها
با ضرب سینه زنی میخونه عشق منی یا حسین یا حسین تو کل دنیا فقط حسین دل سوزمه یکی یکی هیئتا مسیر هر روزمه السلام السلام ای شهید کربلا ماه روی نیزه ها میکشی منو السلام السلام ای شهید کربلا ماه روی نیزه ها میکشی منو منی که هر نفسم اسم تو گفتم نکنه یه روزی از چشات بیفتم به من مرده جون تازه دادی برا نوکریت به من اجازه دادی حرمت رویای من دین من دنیای من بنویسید روی سنگ قبر من آقای من دنیای من اللهم اجعل محیای محیای من برای تو گریه می کنم تو برای من حسین مظلوم کربلا هیّ علی البکا هیّ علی البکا فی ماتم الحسین مظلوم کربلا عریان کربلا عطشان کربلا کربلا سلطان کربلا دستم را بگیر تو دریایی من کبیر امیری نعم الامیر یا حسین حرم نگو خونمه عزیزتر از جونمه با دستشونم بده بگو که دیوونمه چقدر بگم آقا هوا تو کردم کاش بیام به کربلا تو بر نگردم به صدام عموم بده به دلم جنون بده بی سر و سامونتم بیا به من سامون بده لیلای من یک خبری به مجنون بده من که مردم کرب و بلا تو نشون بده سامون بده سامون بده لیلای
یک خبری به مجنون بده، من که مردم کرب و بلا تو نشون بده، سامون بده. این طالب و به دم المقتول به کربلا حسین، این طالب و به دم المقتول به کربلا حسین، این طالب و به دم المقتول به کربلا حسین، این طالب و به دم المقتول به کربلا حسین، حی علی العزا، حی علی العزا فی ماتم الحسین مظلوم کربلا، حی علی العزا، حی علی العزا فی ماتم الحسین مظلوم کر، همه همه حی علی العزا، حی علی العزا فی ماتم الحسین مجنوم کربلا، حی علی العزا فی ماتم الحسین مجنوم کربلا، حی علی العزا، حی حی علی العزا فی ماتم الحسین مظلوم کربلا، من باز به عشق دل من باز به عشق شده پابند محرم، دل من باز با عشقت شده پابند محرم، بر مشامم میرسد باز بوی اسفند محرم، من پا به پای سین زنهات آمادم، باش برسه تا حرم تو فریادم، دل من باز به عشقت شده پابند محرم، دل من باز به عشقت شده پابند محرم، بر مشامم میرسد باز بوی اسفند محرم، من پا به پای سین زنهات آمادم، کاش برسه تا حرم تو فریادم، جا موندم از یارای تو آقا کمک، آقا کمک، جا موندم از یارای تو آقا کمک، آقا کمک، یا لیتنا کن نامک آقا کمک، آقا جاموندم از جاموندم از یارای تو آقا کمک، آقا کمک، جاموندم
کمد یارای تو آقا کمد آقا لیتنا یا لیتنا کن نامک آقا کمد آقا کمد بچه بودم که تو گوشم مادرم تو را صدا کرد بچه بودم که تو گوشم مادرم تو را صدا کرد پیرهن مشکی تنم کرد منو با تو آشنا کرد بست شد این دل تنگه من به نامت تا بشم آقا یه روزی من پیر غلامت ناله زنم از جان حسین ای جان حسین ای جان حسین ناله زنم ای جان حسین ای جان حسین ای جان حسین جانم سنم قربان حسین ای جان حسین ای جان حسین جا موندم از یارای تو آقا کمک آقا کمک جا موندم از یارای تو آقا کمک آقا کمک یا لیتنا آقا کمک آقا کمک جا موندم از یارای تو آقا کمک آقا کمک یا لیتنا شب اول قدرم سر و کارم با حسینه تو شب اول قدرم سر و کارم با حسینه روز محشر روی لبهام ذکر مولانا حسینه بگو تو شب اول قبرم سر و کارم با حسینه تو شب اول قبرم سر و کارم با حسینه روز محشر روی لبهام ذکر مولانا حسینه ای سینه زنها دارم امشب یک وصیت من رو بیارید بعد مرگم توی هیئت گریه کنید دور و برم با روزه شاه حرم گریه کنید دور و برم با روزه شاه حرم حتما میاد اربابمون با مادرش بالا سرم جا موندم از یارای تو آقا کمک آقا کمک جا موندم از جا موندم از یارای تو آقا کمک یا لیتنا آقا کمک حسین جان یک عمر یه گفتیم عاشقتون عشقمون هم سرسری نبود از سرمون بده بیرون خدایا قسمت دیدم ساحل عدایت
سیدم امام حسن برسان. لاهی آمین. خدایا قسمت میدهیم، خدایا قسمت میدهیم جان اون جوانای قمر بنی هاشم، همه جوانای ما رو صالح و سالم و موفقشون رو بدار. لاهی آمین. خدایا قسمت میدهیم همه گرفتارن، این جمعی که اینجا نشستن، عده شیعیان، تمام مملکت های اسلامی، همه گرفتارن. خدایا قسمت میدهیم هرچه زودتر مریضدار گرفتار همه رو به حاجتشون برسان. لاهی آمین. مظلوم کربلا آغوش خود وا کن که مهمان میرسه. ناقه ام در گل نشسته، چاره ای کن یا حسین، گر آیی کنارم بر لبم جان میرسه. حاجی زهرا علم کن خیمه هایت در منا، زین آتش آبا خاک سر این بیا بان بوی مادر میدهد. گوش کن آوای محزون حسین، جان میرسد حسین آرام جانم حسین. گفارا
که شش ماهی با کامت شان میرسد، کمتر از ده روز دیگر بی برادر میشه. کمتر از ده روز دیگر بی برادر می شوم، روزگار عشق و بازی ها به پایان می رسد، در همون لحظه که ترکیب روخت باشد زهم، از حرم زینب بگی سوی پری شان میرسد، کمتر از ده روز دیگر از فراز نیزه ها در چهل منزل بگو شمس و تقر آن میرسد، حسین آرام جانم، حسین روح و روانم، حسین آرام جانم، کمتر از کمتر از ده روز دیگر از فراز نیزه ها در چهل منزل بگو شمس و قرآن میرسد، قافل سالار زینب گوشبی بر ساربان، وقت خاتم بخشی دست سلیمان میرسد، وای از آن وای از آن سیلی که یک نیزه سوار رو به رو با خواهری پاره گری بان میرسد، برمشامم میرسد الله زبوی کربلا، برمشامم میرسد الله زبوی کربلا، بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا، تشنه آب فراتم ای اجل مهلت بده، تشنه آب فراتم ای اجل مهلت بده، تا بگیرم در بغل ابر شهید کربلا، یا لیتنا کن نامک یا حسین، 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 قافله نور، قافله نور میرسه از راه، ناله زهرا میرسه گهگاه، میرسه از عرش زمزمه و آه، میرسه از راه
ماه بنی اش با علم شاه علم میکوبه بر زمین جانم یله بی بی امول بنین جانم صدای زینب میرسه جانم علم داره ما را ببین جانم علم میکوبه بر زمین جانم یله بی بی امول بنین جانم صدای زینب میرسه جانم علم داره ما را ببین جانم علم دار ای جانم ابوالفضل ای جانم علم دار ای جانم ابوالفضل دوباره فاز ای جانم غرق سراب منزل آخر قافل سالار شیر دلاور حلقه به دور سر و صنوبر آل پیمبر آینه های جمال حیدر بنی هاشم همه حیدرن ای جانم همه دور علی اکبرن ای جانم مثل عباس ابن علی ای جانم دل اربابو میبرن ای جانم بنی هاشم همه حیدرن ای جانم همه دور علی اکبرن ای جانم مثل عباس ابن علی ای جانم دل اربابو میبرن ای جانم علم دار ای جانم ابوالفضل ای جانم علم دار ای جانم ابوالفضل ای جانم علم دار ای جانم ابوالفضل ای جانم علم دار ای جانم علم دار ای جانم علم میکوبه بر زمین ای جانم یله بی بی امول بنین ای جانم صدای زینب میرسه جانم علم داره ما را ببین ای جانم علم داره ای جانم ابوالفضل ای جانم علم دار ای جانم ابوالفضل ای جانم علم دار ای جانم ابوالفضل ای جانم علم دار ابوالفضل ای جانم علم میکوبه بر زمین ای جانم یله بی بی امول بنین ای جانم صدای زینب میرسه ای جانم علم داره ما را ببین ای جانم علم داره ای جانم ابوالفضل ای جانم علم دار ای جانم ابوالفضل ای جانم ابوالفضل 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 کیست خدای دلبری ابوالفضل کیست خدای دلبری ابوالفضل 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 حسین حسین
حسین حسین حسین کربلا قربانی پیر و جوان آورده ام کربلا قربانی پیر و جوان آورده ام ارمغان آورده ام ارمغان آورده ام در کوچک اصغر شیرین زبان آورده ام ارمغان آورده ام ارمغان آورده ام کربلا قربانی پیر و جوان آورده ام ارمغان آورده ام ارمغان آورده ام در کوچک اصغر شیرین زبان آورده ام ارمغان آورده ام ارمغان آورده ام وای حسین 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 دوباره دوباره محرم میگیرم هوا تو دوباره محرم میگیرم هوا تو عشق غریبی میریزم برا تو عشق غریبی میریزم برا تو بیچاره بیچاره اون که حرم رو ندیده بیچاره تر اون که دید کربلا تو وای امون از غریبی صبوری وای چجوری بسازم با دوری وای چجوری بسازم با دوری مهدی من طلای دار لاله هایی امید قلب عاشقایی همه 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 مهدی من قلای دار لاله هایی امید قلب عاشقان تو منجی زمان آرزوم همیشه یاور تو باشم اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الأمجد إلهي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وبحق تسعة المعصومين من ولد الحسين وبإمام زماننا وبدماء شهدائنا يا الله 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 يا الله
يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك على كل شيء قدير بیاد همه مریضا گرفتارا درمونده ها پنج بار آیه من یجیب و با هم قرائت کنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء 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 اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وسلم ديننا ودنيانا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بينهم وبيننا بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك غافر الخطيئات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين وعجل اللهم في فرج مولانا صاحب الزمن السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء ويا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء السلطان يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك ورحمة الله وبركاته رحم الله من قرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات.